فصل ششم. هرگاه یکی از شما از برادر خود شکایتی داشته باشد، آیا جرأت می کند به عوض اینکه اجازه دهد ایمانداران موضوع را حل و فصل کنند، به داوران نادرست رجوع نماید؟ مگر نمی دانید که ایمانداران جهان را داوری خواهند کرد؟ و اگر شما باید جهان را داوری کنید، آیا لیاقت آن را ندارید که در مورد موضوعات کوچک داوری نمایید؟ آیا نمی‌دانید که ما درباره فرشتگان قضاوت خواهیم کرد؟ پس چقدر بیشتر درباره امور این زندگی؟ بنابراین اگر چنین موضوعاتی پیش می‌آید، آیا شما می‌خواهید آنها را برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند؟ من این را می‌گویم تا شما شرمنده شوید. آیا در میان شما یک نفر عاقل که بتواند اختلاف بین دو برادر را رفع کند وجود ندارد؟ آیا برادری علیه برادر دیگر به دادگاه می رود؟ و آیا اجازه می دهید که بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟ در واقع شکایت کردن از یکدیگر نشانه ضعف و شکست شماست. آیا برای شما بهتر نیست که مظلوم واقع شوید؟ آیا بهتر نیست که گول کسی را بخورید؟ ولی در عوض شما نسبت به دیگران ظلم می کنید و آنها را گول می زنید و حتی با برادران خود هم همینطور می کنید. مگر نمی‌دانید که مردمان نادرست در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟ خود را فریب ندهید. افراد شهوتران، بت‌پرستان، زناکاران، لواطگران، دزدان، طمع‌کاران، مستان، ناسزاگویان و کلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ بهره‌ای نخواهند داشت. و بعضی از شما چنان بودید، ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جزو مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کاملا نیک محسوب شده اید. ممکن است کسی بگوید در انجام هر کاری آزاد هستم، اما هر کاری مفید نیست. آری، من در انجام هر کاری آزادم، اما نمیگذارم که چیزی مرا بنده خود سازد. باز هم ممکن است کسی بگوید خوراک برای شکم و شکم برای خوراک است. آری، اما سرانجام خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت. بدن انسان برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده است، بلکه برای خداوند است و خداوند برای بدن است. و چنان که خدا عیسی خداوند را با قدرت خود پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز زنده خواهد گردانید. آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای بدن مسیح هستند؟ آیا شایسته است که عضوی از بدن مسیح را بردارم و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم؟ ابداً. مگر نمی‌دانید مردی که با فاحشه بپیوندد جسماً با او یکی می‌شود، زیرا کلام خدا می‌فرماید این دو یک تن واحد خواهند بود. اما هر که به خداوند بپیوندد روحاً با او یکی است. از شهوترانی بگریزید. هر گناه دیگری که انسان مرتکب می شود خارج از بدن است، اما هر که مرتکب گناهان جنسی می شود نسبت به بدن خود گناه می کند. آیا نمی دانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شدید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار برید.